با شور قیام در شهریور 1401 همه معادلات سیاسی در ایران شدت و سرعت گرفت و بحران های اقتصادی اجتماعی به بالاترین نهادهای اجرایی از جمله کابینه 13 هم سرریز شد و دولت رئیسی جلاد رو در محاصره قرار داد به طوری که بحران اقتصادی از یک طرف و شرایط انفجاری جامعه برای قیام و سرنگونی از طرف دیگه و همینطور بحران های منطقی و بین المللی باعث شده که کابینه ابراهیم رئیسی دستخوش تزلزل و فروپاشی بشه در آخرین ازل و نزب ها رئیسی دو تن دیگه از اعضای کابینش یعنی رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر کشاورزی رو برکنار کرد پیش از این وزرای آموزش و پرورش راه و مسکن و کار و رفاه اجتماعی نیز مجبور به استفا شده بودند تا همینجا دولت رئیسی رکورددار تغییرات کابینه در تمام ادوار مختلف ریاست جمهوری رژیمه اونم تنها طی 20 ماه هرچند رئیسی تلاش میکنه که با جابجا کردن این مهره و اون مهره راه نجاتی پیدا بکنه ولی حکومتی که در دام و تور سرنگونی گرفتار شده راه گریزی براش متصور نیست چه بخواد چه نخواد در این مسیر به دروازه های مرگ خواهد رسید چرا که مردم ایران برای این گونه پاسکاری ها و جا به جای قدرت پشیزی ارزش خواهد نیستن و خامنه ای و رئیسی با این ترفندها به جایی نخواهند رسید فضاحت و رسوایی اونقدر بالا گرفته که حتی رسانه های نزدیک به خامنه ای ضمن اعتراف به شرایط انفجاری و بیفایده بودن تغییرات ظاهری نوشتند که رئیس جمهور بعد از این تغییر و تحولات باید توضیح قانع کننده ای به مردم بدهد مردم سوالاتی دارند و اگر جواب نگیرند رفتارشان به گونه دیگری خواهد